با عرض سلام مجدد به خدمت ایزان قرار داریم با ادامه برنامه که پیرامون تشریح جایگاه و مقام انسان هست. استاد ببینید، ما هر وقت که یک انسان مثلا فوت میکنه یا هر کار میشه بهم میگن که حتما تقدیر بوده، خدا همه خواست خدا بوده. خب بعد چه وقتی که یک انسان بعد میشه نمیگن که خواست خدا بوده، میگن خود تو بد شدی. دلیل ازش در طریق نفع خود کس نیست محتاج دلیل. بی اثر راه دهن معلوم باشد کور را. انسان های کور بودین و اثر را دهن خود چیان؟ بلدن، چون نفع از اینا هست. قانون در ایست که اگر بچه ما سر بچه همسایه رو مشکنه، ما استاده میشیم بگیم که تقدیر بود. اما اگه بچه همسایه سر بچه ما رو شکست، اینجا دیگه با تقدیر نیست، سوت کشیه. این یک حرف قضا و قدر و تقدیر، اینا حرف هاییست که فوق فهم و مطالب ماست. حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در فکر آن مباش که نشنید یا شنید. ما آنچه که بر ما به عنوان شریعت مطهر مندرجات مشخص شده، راه هازا صراط المستقیم، چند بار ما میخونیم که اهدنا صراط المستقیم، اما راه رفتن ما زگزالی مدام به مکتب خانه شیطان امر میگه زیر رو چند بار چیکار میکنیم؟ امضا میکنیم. همین که دروغ گفتیم اینجا زیر امضا کردیم، همین که ما پاس اومدیم وقت نماز باز به اینجا، همین که مثلا غیبت میکنیم ما زگزالی حرکت ما. اما حرف بسیار مهم است در این که او مسائل خدا رو بگذاره برای خود خدا. مثل اینکه یک استاد ورزش به طرف یک بچه سعی میکنه میگه تو بهترین فوتبالیست میشی. حالا که بهترین فوتبالیست میشی، نظر به علم که استاد داره از اعمال و حرکات خود ازی، او بچه فوتبالیست میشه. یعنی چون در وجودش بی گپ بوده. ای که خداوند چون علم قدیم داره و علم از جمله صفات وجبی خداوند هست، ای که خداوند میفهمه که ما چه کار میکنیم، گفت بنویس، اکتب، بر قلم گفت هر کاری که میشه بنویس. متوجه هستیم؟ اما آنچه که بسیار مهم است که اینجا باز مسئله جبر داریم و مسئله بخش چی؟ اختیار. بخوایم یا نخوایم فردا ساعت 4 و چند دقیقه آفتاب طلوع میکنه، بخوایم یا نخوایم، این جبر الهیه. اما در اختیار، باز ما بیدار میشیم جلوتر از یا نه؟ وقتی آفتاب بالا شد ما به کار کردن میریم یا نه؟ خمیازه میکشیم. جبر و اختیار این گونه باید متوجه بکنیم. قضا و قدر الهی هم آنچه که در ابتدا گفته شده چی است؟ قضا الهی است، هر چه که هست مقدر شده و مطالبه که داریم. اما ای که در سایه عمل اونا باز به وقت خود میای عملی میشه، این مطالبی است که ما عاملیم. و نظر بزی که چرا از ما پرسان میشه؟ چون خداوند بر ما چی کرده؟ اراده رم داده. به اساس اراده که داریم، پیشتر گفتیم که انسان چی است؟ آینه کامل اسما و صفات. خداوند قادر است، ما هم قدرت داریم. خداوند علیم است، ما علم داریم. مطالبی که ما شما داریم، اراده داریم. نظر به این داشتایی که بر ما داده، روزش را از ما پرسان میکنه که اراده داشتی چرا کار خوب نکردی؟ قدرت داشتی چرا کار نکردی؟ اگر اینا رو نمیداد، ما سوالم نداشت از ما. حالا که بر ما داده، از ما چی میشه؟ پرسان هم میشه. پس به سر اصل گپ میایم که گاهگاهی ما خود بازی میدیم. پس به سر اصل گپ که اگر بچه ما سر بچه همسایه شکستان، بگیم چیه؟ تقدیره. اما اگر باز بچی همسایه سر بچی مار شکستان، اینجا دیگه با جنگ و جدل و با تقدیر به رسمیت نمیشناسن. کار خدا در عالم بالا هست، مثل که آفتاب که میتابه، اما در اینجا ما چیگونه ازی بتونیم استفاده بکنیم و چی باشیم؟ پابند باشیم و معتقد و معترف. دیگه؟ سوال من اینه که ما خود ما یک انسان رو یک دیدگاه میبینیم و خداوند با دیدگاه متفاوتی میبینه و خود انسان خود خور با دیدگاه متفاوتتر میبینه. آیا وجود داره که این هست دیدگاه با هم یک جاشه و یک دیدگاه کاملا صحیح و سالم که ما هم دیدگاه خداوند یعنی بشیم؟ در وجود هر انسانه، در وجود هر انسان دو قوت بسیار مقتدر وجود داره، قوت رحمانی و قوت شیطانی. هم رحمان بر ما تسلط داره و هم شیطان، و ما هم نظر به اراده که داریم که از کدام یکی ما چی میکنیم؟ اطاعت میکنیم. دو فتوا داریم در وجود، دو نیرو داریم، دو فتوا داریم، دو قرارگاه داریم. قرارگاه رحمان قلب مؤمن هست و قرارگاه شیطان کجاست؟ نفس اماره هست. به این خاطر که شما فرمودین، مولانا حرف بسیار مقبولی داره، میفرمایه که گر به فضلش پی ببردی هر فضول، کی فرستادی خدا چندین رسول. پیامبران به خاطری بر ما بدن که آینه هویت را به دست ما بدن، بر ما بگم اینگونه حرکت کنیم که هاذا صراط المستقیم. پیامبر خطری کشیدن، گفتن که این نقطه دنیا و این هم نقطه عقبا، در رأس از این نقطه محمد پیغمبر و آخر زمان قرار داره و در اینجا هم چی؟
خدا خدا. هر کس به من مقتدی شد، به من محمد، مزر راسته ترین راه انسان را از عالم خاکی به افلاک و از عالم فرش به عالم عرش برسانم. پس به تایید حرف شما، شیطان برای ما چیزا یاد میده؟ نص دلی قرآن است. عدو مبین گفته شده بر ما، همواره ما را به فقر و به تنگدستی و به خلاف چی میکنه؟ ما را دستور میده. اما رحمان باز همواره از مبدا قلب بر ما میگه نه، هاذا صراط المستقیم. در بین این دو قوت انسان همواره چیکار میکنه؟ مجادله میکنه. اگر موتی به قلب بودیم، مشخص است که دست ما به دست رحمان میفته و ما دیگه بدون تشویش نگرانی از خودم تعریف داریم، از جهانم، و مشخص است که ما برداشت داریم. اما اگر موتی نفس شدیم، مشخص است که شیطان بر ما مفتی میشه، بر ما دستور میده و بر راهی که میخواد انسان چیکار میکنه متوسل میشه. آنچه که مهم است، بله، تایید حرف شما، نفس اماره از انسان شناخت و تعریف و شناخت داره، یا شناخت و تعریف داره، و نفس مطمئنه تعریف و شناخته. هرگاه مطیع رحمان بودیم، به صورت واقعی تعریف میکنیم که خدا از ما کرده. ببینین قرآن چقدر مقبول میگه، والعصر، قسم به عصر تو ای پیغمبر و قسم به زمانه، که ان الانسان لفی خسر، انسان ها همه در رای خسران در حال حرکت هستند. چرا؟ چون مطیع نفسن. اما الا الذين امنوا، مگر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالحات، عمل صالح کردن، و تواصل بالحق و تواصل بالصبر، چهار پله بسیار منظم میشه که اینا اهل خسران نیستن. که فخر رازی در خود مفاتیح الغیب ایر به تفسیر کبیر مفصل چی میکنه؟ بیان میکنه. اگر پس خلاصه میکنیم، مطیع رحمان بودیم، از مبدا قلب بر ما فتوا داده میشه که بله، تعریف تو این گونه و ای انسان تو این گونه حرکت کن. اما اگر ما مطیع نفس بودیم، مشخص است که در قرارگاه شیطان بند موندیم و ما مطیع شیطانیم، که شیطان ما رو به کار بعد چی میکنه؟ تشویق میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب دارم به شما استاد عزیز و تمام حضار محترم. استاد، من یه سوالی داشتم در رابطه به قانون جذب. طوری هست که قانون جذب الان بیشتر توی غرب هستش، که میگه کسانی که هر انسان که اون خواسته که توی دنیا داره میتونه به اون دسترسی پیدا کنه. مثلا اگه خوشبختی میخواد، ماشینی که مثلا ماشین قرمز میخواد، به اون ماشین میرسه، اون خونه که میخواد به اون خونه میرسه، به اون تحصیلاتی که میخواد به اون میرسه، به شرط اینکه مثبت فکر کنه و اون حسش کنه. که این باز ربطی هم داره به خود روانشناسی انسانگرا. و الان من اینو خودم واقعا اینو تجربه کردم. من مطالعاتی در رابطه به قانون جذب تقریبا 3 سال قبل انجام دادم و 3 سال قبل هم اونا رو داشتم میخوندم، روشون کار میکردم و به تمام اهداف خودم رسیدم. یکی از اهداف من این بود که بتونم به افغانستان بیام، که خیلی خیلی برای من مشکل بود، خیلی سخت بود، و من موفق شدم به افغانستان بیام. رشته مورد علاقه من میتونم تا افغانستان بخونم. به خیلی از چیزایی که میخواستم به اونا رسیدم و بیشتر مثلا تو بخش اسلام هم مطالعه نکردم که آیا قانون جذب در اسلام وجود داره یا نه. البته خداوند خودش گفته که شما اگه مثبت فکر کنید در رابطه به هر چیزی، یعنی تمام خیر از طرف منه، اما شر از طرف خود شما انسان ها هست. و اگه شما مثلا در رابطه به قانون جذب در اسلام یکم توضیح بده خیلی ممنون میشم. تشکر. ما یک چیزی به شما بگیم که امام ربانی صاحب در مکتوبات شریف حرف بسیار مقبولی دارن. میگن بدانید که کتاب محمد جامعه همه کتاب‌های آسمانی است و خود محمد یا مقام محمد جامعه همه مقامات 124,000 پیغمبر ما قبل. بخشیده تو را حضرت حق تحفه کامل. اگر قانون جذب میگذاریم، اگر قانون تاثیرگذاری میگذاریم، اگر قانون رسیدن به آمال و آرزوها میگذاریم، همه در یک نقطه در قرآن مشخص شده. برای انسان گفته شده که ای انسان دو تا حرف داریم. یک، ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. خدا میگه من در شما تغییر ایجاد نمیکنم تا خود شما در خود تغییر ایجاد نکنید. تغییر ایجاد کردن از فکر خوب شروع میشه، فکر مثبت. تا یک فکر نداشته باشیم، مثلا یک پلان شما ترتیب کرده نمیتونه. میتونین شما وقتی اینجا اومدیم، خب مستقیم نمیدید دیگه، از شب فکر کردین که فردا ساعت 2 بعد برسیم. هیچ خداوند در شما تغییر ایجاد نمیکنه تا شما در خود تغییر ایجاد نکنین، و هیچ تغییری بدون حرکت شروع نمیشود. کدام حرکت؟ حرکت پلان شده. اما به ارتباط حرکت چی میگه؟ ای انسان، لیس للانسان الا ما سعا. انسان با ابزار سعی میتونه چکار کنه؟ سخر شمس و القمر. حال خوب به مهتاب رسیدن،
قرآن ما پیش بینی کرده که این انسان روز آفتاب رو چیکار میکنه؟ تسخیر میکنه. آفتاب در آسمان است. ما وقت تسخیر کردیم. در آسمان هاست. پیامبر از خانه ام هانی آمد به مسجد الاقصا. رفت فوق هفت آسمان. رفت به صدر المنتها، رفت به قاب قوسین، رفت به جایی که در شب معراج ما شما در او ایمان دارن. یعنی وقت فتح شد 1400 سال قبل. اما آهسته آهسته اختراعات و اکتشافات بشر میتونه که آینه داره کمالات خود انسان باشه. به دو کلمه، بله، مثبت اندیشی ما در جایی میشه که در ما میتونه تغییر ایجاد کنه. خداوند بر ما میگه که بر شما مقدار ظرفیت دادم، همقدر توانمندی دادم که شما میتونید در خود چیکار کنیم. تا تغییر نیاریم شما به جای نمیرسیم. و این جا رسیدن هم ناشی از اینست که شما با ابزار و با شهپر سعی و تلاش شما چیکار کنیم، حرکت بکنیم. مشخص یک چیز به جهان اعلان میکنیم، به جهانیان، چون تلویزیون جهانی است. هر حرف خوبی که برای نوع بشر، برای دنیا از او و برای آخرت از او مفید است، ما در قرآن داریم، حاضر ما ارائه بدن. دو، هر حرفی که برای انسان دنیا و آخرت از او به مخاطره میندازه، ما در قرآن داریم. در زمره خود چی؟ نواهی که باید انجام ندن. با یکی از فیلسوفای اروپا من نشستی داشتم در اروپا. او گفت که یکی از فیلسوفا که فراموشم شده، او میگه که مردم لیاقت نظام رو دارن که بر اونها حکومت میکنه. یعنی اگر نظام بد هست پس مردم هم بدن، اگر نظام خوب است مردم هم خوب هستن. و این میگفت به این پختگی میگفت کسی تال صحبت نکرده که مردم لیاقت نظام رو دارن که اون نظام بر اونها چی میکنه؟ حکومت میکنه. ما گفتم چند سال میشه؟ گفت تقریبا 110 سال قبل. ما گفتم این گپی که تو میگی این از مکتب اسلام گرفته شده. پیغمبر ما 1439 سال یا 1440 چند سال قبل فرمودن که الناس و علی دین ملوکیم، مردم همه در دین پادشاه خود هستن. اگر در مکتب خانه خود پادشاه مطالب مثبت اندیشی است، پس این مردم بودن که از او اطاعت کردن و برای به قول معروف رای دادن. اما این گپ برخواسته از خود بطن قرآن ماست که و حدیث ماست که بر شما چی کردیم؟ توضیح دادیم. من یک چیز خدمت شما عرض بکنم، بله، ما اگر قانون جذب است، اگر قانون تاثیرگذاری است، اگر قانون تصرف و رسیدن به آمال هست، همه حرفا از مبدا خود ایجاد انگیزه در خود هست. به خاطر چی؟ رسیدن به مول قله شامخ. اما اینجا باز برای ما فیلتر میگذاره که اصا ان تکره شیئا و هو خیر لكم. خیلی که پای شما فکر میکنین به شر شما، اما خدا میگه ما میفهمم که فایده است. و اصا ان تحب شیئا و هو شر لكم. خیلی گپام است که شما فکر میکنین که به نفع شماست و شما رو دوست داریم، خداوند میگه چی هست؟ باز ما اینجا دیگه باز گپا بس قضا و قدر میشه که در پس پرده حکیمان، چون حکمت خداوند بر قدرت غالبه، از روی حکمت خداوند کارهایی میکنه که برای اینکه نظام به هم نخوره. ورنه حرفای دیگه است در پس پرده که باز اگه با چشم دل ببینیم هم تسلی میشیم و هم آرام. همین انسانی که نماینده خدا بر روی زمین هست، این تا چه از قدرت خداوندی رسیده میتونه؟ سوال اول. و سوال دوم اینه لقای خداوند در روز قیامت آیا میسر هست یا نه؟ و اگر هست برای چه کسانی؟ چیکاره؟ دیدار خدا؟ دیدار خدا. آفرین. یک چک دیدار بکنی؟ گرمه را بی تو در بهشت برند، دیده از دیدنش بباید دوخت، کنچونینم خدای وعده نکرد که مرا در بهشت باید سوخت. خواهی سمنسال میگن که الهی بهشت بی دیدار تو زندان است و زندان بردن نکار کریمان هست. حرف بسیار مقبول. یکی از جنت هایی که ما داریم در محشر در قیامت به نام جنت اللقا است. عاشقان پاکتینتی که اونا عارفان بسیار وارسته و والا مقام هستن، اونا در جنت اللقا میزبانی میشن و پذیرایی میشن. اما عقیده و باوره مسلمان در ایست که بله، مانند ماه شب 14 که در حدیث موثق داریم، مانند که شما ماه شب 14 میبینیم، شما هر مؤمن صاحب دل بهشتی خداوند در قیامت چی میکنه؟ میبینه. اما چگونه؟ وقتی یک چیز شما ببینیم با چشم میبینیم، وقت تجلی بر شما میشه و آمادگی برای دیدار لقای خدا داریم، تمام وجود همه چشم میشه، برای اینکه سمت نداره. شما وقتی میبینیم از پیش رو میبینیم، از پیش رو میبینیم. و پیامبر در جای گفتن که گاگای ما از پشت سر هم بعضی اتفاقات رو میبینیم. یعنی پیامبر آینه به اصطلاح دروی خوده، یعنی مو توحید و یکتا پرستی و بینش بودن. اصل گپ در ایست بله، خداوند در ایمان داره من نسل سری که لقای خوده، خداوند بر خوده مؤمنان باورمند به روز حشر چکار میکنه؟ نشان میده. ای که چگونه نشان میده؟ واسه خود شما انشالله همونجه میبینین و انشالله ایمان دارین، باور.
و اما حرف ازی که انسان تا کجا میرسه. وقتی از انسان صحبت میکنیم دیگه، من که دل گویم مولانا میگه، من که دل گویم دل شیدا بود، من که لب گویم لب دریا بود، از انسان های کامل صحبت میکنیم. وقتی میگیم انسان، از محمد پیغمبر آخر زمان صحبت میکنیم. حضرت پیغمبر مشت رگر گرفتن، تعدادی بر اینا حمله کردن و پیغمبر هیچ کار کردن نمیترسن. مشت رگر که به سمت زنا پرتاب کردن، به هر رگ ده ها نفر میافتاد. پیغمبر تعجب کرد انسان تا کجا میرسه. وقتی تعجب کرد که چرا به هر رگ ما ده ها نفر چی میشته؟ میفته و از بین میره، چون بر پیغمبر بسیار ظلم کرده بودن. اما به هر رگ ده ها نفر میافتاد، با خاک خون کشیده میشد. خداوند بر جبرئیل گفت که بر محمد بگو که ای پیغمبر، از رمیته و ما رمیته، از رمیته ولکن الله رما. ای پیغمبر تو نزدی، ما زدیم. بنده و انسان به جایی میرسه که حرکت خود خداوند میگه تو نزدی، چی؟ ما زدیم. یعنی بیمانه که خدا چی میشه؟ فاعل میشه و بنده چی میشه؟ آلت میشه، وسیله میشه. خداوند به وسیله پیغمبر کی کارو میکنه؟ میگه تو نزدی، ما زدیم. نسستدی خود آیت قرآن نزدی میشن که باز بنام قرب فرایز و قرب نوافل. در عرفان حرف بسیار داریم که گاه خدا فاعل میشه، گاه خداوند آلت، گاه خدا بنده چی میشه؟ سالک کامل فاعل میشه و گاه هم چی میشه؟ وسیله میشه و آلت انجام یک کار میشه. بله، ما ایمان داریم که خداوند داریم میبینیم و انسان به جای میرسه که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چی حد است مقام آدمیت. وقتی ما دیگه بعد از خدا بزرگ، توی قصه مختصر، اگر موتی بزرگان بودیم، مشخص است که تقلید از بزرگان هم اصلی از عقاید و باورهای ما شماست که انشاءالله به اهداف ساتورک نائل خواهیم آمد. با امید از اینکه امروز ما بهتر از دیروز و فردای ما بهتر از امروز باشه، چون پیامبر اکرم فرمودند که اگر هر روز بر دانش من افزوده نمیگردد، طلوع آفتاب آن روز بر من مبارک مباد. از جمله کسانی باشیم که هر روز ما بهتر از دیروز باشه. هرگاه امروز ما بهتر از دیروز بود، مشخص است که فردای ما هم بهتر از امروز است. الهی تو آن کن که پایان کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. یک جان تشکر. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. این برنامه از طرف بنیاد عاطفی به همکاری انجمن اجتماعی تعهد و شبکه جهانی عصر به شما تقدیم شد.